رئیس جمهور فرانسه مدعی شد که درباره انتشار کاریکاتورهای موهن احساسات مسلمانان را درک می کند. به گزارش شیویوز، امانوئل ماکرون در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره قطر بار دیگر به توجیه اقدام وقیحانه یک نشریه این کشور در انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام پرداخت و این مدعی شد این کاریکاتورها پروژه دولتی نیست بلکه برخواسته از روزنامه های آزاد و مستقل است که وابسته به دولت نیستند وی تاکید کرد برخی مردم اسلام را تحریف می کنند و به نام این دین و با اقدامات خشونت آمیز و گاه تروریستی مدعی دفاع از آن هستند ماکرون در عین حال ادعا کرد معتقدم دلیل این واکنش ها دروغ ها و تحریف صحبت های من بود و اینکه مردم این گونه برداشت کردند که من حامی این کاریکاتور ها هستم وی در پایان اذعان کرد آنچه به اسم اسلام انجام می شود آفتی برای مسلمانان جهان است و بیش از 80 درصد قربانیان تروریسم از مسلمانان هستند